It is irreversible and very often it is مجازات اعدام بالاترین حد نقض حقوق بشر است. این اقدام بسیار ظالمانه بدون بازگشت و اغلب دامنگیر افراد بیگناه می شود. اخیراً شاهد چندین اعدام در ایران بودیم. اما می دانیم که علیه بیش از 1000 نفر اعلام جرم شده است. همچنین علی‌رغم مستقل بودن قوه قضاییه و مجلس بر اساس قانون، نمایندگان از قوه قضاییه خواستند که سریعتر احکام صادر علیه متهمان از جمله احکام اعدام را اجرا کند. چنین اتفاقی نباید رخ دهد. نگرانی هایی درباره خوانندگان موسیقی رپ وجود دارد که به محاربه و افساد فلعرض متهم شدند، چرا که از مردم دعوت کردند به خیابانها بیایند و علیه حکومت اعتراض کنند. آهنگ هایی هم با این مضمون خواندند یا اینکه از حکومت انتقاد کردند. I have tried to deal fairly with Iran over the last 2 years. باید بگویم من سعی کردم در 2 سال گذشته رویکرد منصفانه‌ای در برابر ایران داشته باشم. سال گذشته در مورد حبس طولانی مدت گزارشی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کردم. موارد مختلفی از ایران و دیگر کشورها را در گزارش خودم گنجاندم. ایران 18 مدافع حقوق بشر که به صورت مسالمت‌آمیز برای حقوق بشر کار کردند، از جمله وکلا، رهبران اصناف، معلمان و روزنامه‌نگاران را زندانی کرده است. تمرکز من روی کسانی بود که بیش از 10 سال مجازات حبس دریافت کردند. این بسیار ظالمانه است، چون وقتی شما برای مدت طولانی در زندان هستید، همه فراموشتان می کنند. فقط خانواده و آشنایان نزدیک به شما توجه خواهند کرد. مدافعان حقوق بشر متعددی هستند که در ایران احکام حبس بیش از 10 سال دارند. پیام من به ایران این است، مدافعان حقوق بشر را زندانی نکنید. کسانی که در زندان هستند را آزاد کنید. اعدام ها را متوقف کنید تا زمانی که اقدامی مثبت از سوی حکومت در راستای قوانین بین المللی صورت نگیرد، این حکومت اعتباری کسب نخواهد کرد. با کمیسیون تحقیق همکاری کنید. این کمیسیون برای انجام تحقیقات و جمع‌آوری شواهد در مورد رویدادهای رخ داده تشکیل شده است. And to gather the evidence.